رادیو همراه بفرمایید. سلام مجدد آقای دکتر. سلام بفرمایید. مجدد شما قبلا امروز روی خط بودید، تلفنتون قطع شد، درسته؟ بله بله درسته. شما گفتید 30 سالتونه. من بله 30 سالمه، 2 سال ازدواج کردم. 30 سال. از کجا تلفن میکنید؟ از ایران. آکی عزیز، همسرتون چند سالشونه؟ 22 سال. آکی عزیز، خب بفرمایید. بله آقای دکتر، متاسفانه وقتی دچار افسردگی شده بودم، حالا پیش یعنی زمانی شده بود که کی شما رفت کی دچار افسردگی شدید؟ 3 سال پیش، یعنی 1 ساعت قبل از ازدواج. اوکی، یه اشاره به موضوع پدر کردید. داستان پدر چی بود؟ من قطعتون کردم. آره، من حقیقتش افسردگیم که فکر میکردم به خاطر مشکلات خانوادگی که بود، حالا رفتم و با مشاورینا صحبت کردم و اینا تا یه حدودی برطرف شد، ولی همزمان بخاطر شرایط اقتصادی ایران و اینا کار پدر منم ورشکست شدن، دستگاه افکاری داشتم، بعد که کلن خورده بود تو دیگه اوج بیپولی و اینا، متاسفانه افسردگی منم شدیدتر شد. من همزمان درسم میخوندم، کارشناسی ارشد کامپیوتر بودم. بعد خلاصه بعد 1 سال که رفتم، حالا خیلی بهتر شدم و کورسام هنوز ادامه میدم، ولی خودم یعنی شاید بگم مشکل تو زندگیم دارم. خود مشاور به من میگفت، یعنی روانشناس به من میگفت این به خاطر افسردگی که شما مثلا دنبال کاری نرفتی، چون من هنوز نه کاری دارم، نه بگم هدفی دارم، نه انگیزه دارم که بخوام هدف پیدا کنم، نمیدونم، یعنی تلاشم کردم ولی متاسفانه خودم فکر میکنم بیشتر به خاطر تنبلی بوده. حالا مشاور به من گفت این بیشتر به خاطر افسردگی بوده، ولی الان احساس میکنم هم تنبلی تاثیر داشته، شاید افسردگی. نه آخه تنبلی قابل تفکیک نیست. نه اون بحث تنبلی میشه توضیح داد که من اون انگیزه و هدف رو برای انجام کارها ندارم، ولی تنبلی به خودی خودش از ذره روانشناسی به یک اعتبار بیمنی است. شما فرزند چندم هستی؟ دوم. از چند تا؟ از 3 نفر. بزرگتر و کوچکتر پسرن یا دخترن؟ بزرگتر دختر، کوچکتر پسر. خب به من بگید که شما دبستان چگونه بوده درستون؟ دبستان من خیلی حواس پرت بودم، سر کلاس اصلا نمیتونستم تمرکز کنم، یعنی همیشه مدام در حال بازی بودم، هیچ وقت نمیتونستم درس رو گوش بدم. خب شما چرا فکر میکنید که مشکل اول شما کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی است؟ یعنی ADHD دارید؟ اون چه کردن شما میگید اونه؟ نه خب نه، بعدم سب کنید عزیز. بعدم ADHD وقتی معالجه نشه، مثلا از 9 سالگی اینا بگذره و ادامه پیدا بکنه، خطر افسردگی رو داره. برای این بس و اصلا ریشه مسئله در کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی شماست و شاید راه معالجه و بهترین شونه. خب حالا این چون وقت کمی داریم عزیز، در 12 دقیقه است، شما رفتید پروی روانشناس و روانپزشک، به شما چه گفتن چه کردن؟ بله یعنی همین موضوعی شما اشاره کردید، من خودم چون دیدن خیلی نتیجه نگرفتن چند تا روانشناس رفتن، شروع کردم حالا CD شما رو گوش دادم یا با شنوندا صحبت میکردیم، خودم به این نتیجه رسیدم که مشکل تمرکز دارم یا حالا مثلا خشم و اینا دارم. بهشون گفتم، رفتم دکتر، یه کورسی بهم دادن، از نظر تمرکز خیلی بهتر شد، کورس استراموس. ولی بازم یعنی اینجور بهتون میگن، از اون موقع حالا هم افسردگیم بهتر شد، هم تمرکزم، امید به زندگیم بیشتر شد و اینا. بعد شروع کردم حالا برای خودم هدف پیدا کردم، حالا تو رشته برنامه‌نویسی که گفتم دوست دارم، قبلا که رفتم این رشته رو خوندم، شروع کردم کارآموزی. بعد اونجا هم دوباره خیلی اذیت می‌شدم، یعنی کارهای پشت میزی، کارهای دفتری، خودم احساس می‌کردم که نمیتونم کارا رو انجام بدم، ولی خیلی تلاش کردم، یه بار ول کردم، دوباره بعد چند وقتش اومدم، خود رئیس شرکتون که همکلاسی خودم بود میگفت تو علاقه نداری که نمیتونی بیای، ولی من خودم یعنی دوست داشتم، ولی نمیدونم چرا اصلا نمیتونستم همون کارم ادامه بدم، با اینکه مثلا خورسام هم میخوردم. الان جوری شده حالا نه هدفی الان دارم، نه انگیزه ای دارم. آخه این چه نگاهی است که میگه حالا ممکنه من بگید وسط این همه ماجرا برای من یه سال، برای چی رفتی؟ چون ازدواج کردی؟
من آخه شایعش پیش اومد از خانومم خوشم اومده بود، یعنی بیشتر یه مشکل دیگه هم داشتم، حالا مشکل وسواس هم این بود، من خیلی آدم سختگیر و وسواسی بودم، از هر کسی هم خوشم نمیاد. بعد یعنی واقعا تو این 10 سال شاید بگم اولین نفری بود که ازشون خوشم اومد. خواه این چه ارتباط داره که آدم اگر خوشش اومد وقتی خودش ازدواج کنه؟ برابه شما میدونستی من خواهم تشکیل خانواده بدم، بعدم در یه جامعه ای، اولا همه جای دنیا شما قراره یه درآمدی داشته باشید، میلی به کار و فعالیت داشته باشید، کم هزینه ها رو بپردازید، هم رشد کنید. بعد همسر شما و خانواده ایشون چگونه برای یک کسی که احتمالا زمینه و گرایشی برای انجام کار نداره و درآمدی نداره حاضر شدن به این ازدواج؟ حالا از نظر خانوادگی چون پدرم شغل دولتی داشت، ولی بعدش گفته بودیم تو هم یعنی بعد از اینکه درسش تموم شد من تو خود اداره خودشو مشغول به کار بشم، از این نظر اونا موافقت کرده بودن. خب شما اونجا رفتید مشغول به کار بشی؟ نه من متاسفانه چون خودم شغل دولتی هم دوست نداشتم، میخواستم مغازه باز کنم، یعنی چون داخل ایران خیلی شرایط سخت بودن با کار اداری، اصلا زندگی آدم نمیچرخ. بعد پدرم خیلی مخالف اینه که و اصرار داشت که من شروع کنم دکترا خوندن، من خودم علاقه به درس نداشتم، به اصرارشون دکترا کامپیوتر شروع کردم ادامه دادن، الانم دارم هنوز میخونم ولی میگم هیچ علاقه ندارم، حالا درساشون میخونم اجبارا، بازم شب امتحانی میخونم ولی نه علاقه دارم. الان خیلی نمیدونم، مشکلم فقط همینه، یعنی نمیدونم چه کاری باید انجام بدم. یکی از برنامه هم این بود که از طریق همون برنامه‌نویسی بتونم پیشرفت کنم تو بتونم حالا واسه کانادا یه جای اقامت بگیرم، یعنی مهاجرت کنم. خب با مهاجرت چی بود؟ نه نه سب بودیم، با مهاجرت به چه نتیجه میرسی؟ فایدهش چیه؟ اینجا که کارا دو یا سه برابر مشکل تر و جاده سربالایی تر و بدتره. بله دقیقا، من مشکلم فقط به خاطر همین بود، یکی شرایط اقتصادی ایران خیلی برام سخته، یکی از نظر فرهنگی و اینا با مردم مشکل پیدا کردم، یعنی روزمره مثلا حالا با مردم در ارتباط و اینا. مهاجرت هم هستش به خاطر این بود و همین حرفی شما میگین، بیشتر دنبال این بودن که کاری انجام بدن که حالا اونجا آدم علاقه داشته باشم، بتونم چند برابر سختی بکشم که بتونم از این زندگی مستحن. همچی چیزی در شما پیدا نمیشه عزیز. برای که ببین عزیز، نه صبر کنی صبر کنی، بذار ببین مشکل ما چجوری. یکی شما میتونه کمبود توجه و تمرکزتون که و بعد زمینه‌ای که برای افسردگی به وجود میاره یا علت افسردگی یا ریشه افسردگی است، کاری به اونا ندارم، یا نتیجه افسردگی شما رو به هم ریخت. پس تا زمانی که ADD و ADHD و افسردگی رو و چون خوشبختانه تو این مسیره به دارو بهتر جواب میده، باید از طریق دارو درمانی درست کنید. دوم، شما باید نیازمند یه چیزایی چه از نظر فیزیکی چه روانی و اجتماعی شده اون رو جدی بگیرید، یعنی بگید من یه درآمدی نمیدونم 1 میلیون 10 میلیونی میخوام، دو من قرار هست که یه شغل و کاری داشته باشم که درش پیشرفت و رشد باشه و یه جایگاه اجتماعی پیدا کنم با کاری که دارم، حالا که شوهرم و همسرم و میخوامم همینقدر که شرایط مناسب شد بچه دار بشم پدر بشم. خب ببینید عزیز، موضوع اصلی برای آدمی که انگیزه میخواد، دلیل میخواد، علت میخواد برای کار و جهت و هدف میخواد، نیازه. شما یه جوری به گونه ایم که با من صحبت میکنید این است که در احتیاجات و نیازهای فیزیکی روانی شمایتون هم بستی. خب معلومه من اگر گرسنم نباشه که راه نمیفتم غذا درست کنم بخورم، من تشنه نباشم که نمیرم یه جای آب پیدا کنم بخورم. شما اونجاست که گیر افتادید و چرا یه همچین بلایی سرت اومده. فرزند دومی وسط ساندویچ شده تون رو میتونم ببینم، یه ذره اون رو باید درست کنید، یعنی باید قبول کنید من میخوام 1 میلیون 5 میلیون 10 میلیون من نمیدونم درآمد داشته باشم و باید برای این کار کار بکنم، برای این کار باید کار کرد. شما اینجوری فکر نمی کنید، شما فکر کنید حالا 10 میلیون شد 5 میلیون 5 میلیون با 1 میلیون هم میشه، همینقدر که مثلا یه سرپناهی باشه آدم اینجوری زندگی میکنه، ولی اینا نمیخونه با هم عزیز. بنابراین شما از نظر من مسئله ADD و ADHD دارید، کمبود توجه و تمرکز بیش فعالیت. از جانب دیگه بر اساس حرفاتون زمینه
افسردگی رو داری. کنار این افسردگی معمولا استراب و استرس و وسواس هم نشسته. با اینا در یه شرایطی خشم عصبانیت هم میاد. این طرف قضیه. دوم، بر اساس نوعی که شما حرف میزنی اون انگیزه و هدف رو نداره، چون اون احساس نیاز و احتیاج رو نمیکنه. بعدم یه دفعه مثلا پدرتون کارمند یه بخش گفتی تو میای اینجا کار میکنی، بعد شما یه جمله گفتید ببین عزیز که اینا برای من علامته، من کار دولتی دوست ندارم، من ما تو دنیایی هستیم که مردم دارن زهج میکشن ولی مجبورن کار بکنن که درآمد داشته باشن. کار دولتی دوست ندارم یعنی چی؟ برای کار دولتی اون درآمد رو نداره. خب احتمالا نداره. اگر یه درآمد بیشتری میخوای باید ببینی کسانی که با کار دولتی درآمد بیشتری پیدا میکنن یا کار دولتی رو فراموش کار دیگه میکنن کدامه. آخه دوباره اونم نمیری. میدونی مثل اینکه من به تو بگم بیا با هم نون و پنیر بخوریم، میگم من نون پنیر دوست ندارم، کمه برام. بعد میگم خب پول داری بری یه جایی یه چیزی بخوری، بگی نه. اینکه این دنیا جای دوست داشتن نیست عزیز. مثلا نمیفهمم این موضوع رو درباره مسائل اساسی که دوست ندارم. دوست نداری که نش باش. آمارا رو نگاه کن. ای بسا 70-80% مردم در برخی از کشورها تا مرز 90% اگر تقریبا حقوقشون رو بدن، حتی برخی از کشورها درصدش رو بدن کار بر میکنن میرن. کسی کار دوست نداره. این چیزی نیست که تو دوست نداشته باشی. بر به دوست نداری قبول. ببین چه کاری رو دوست داری. ولی بعدا باید هزینه شو بپردازی عزیز. من اگر رفتم خواستم به جای یک کالای 10 تومانی 20 تومانی بخرم، باید دو برابر پول داشته باشم. من که میتونم بگم کارای 10 تومانی رو دوست ندارم، 20 تومن داری اونی که بخری نه. خب پس چی؟ یعنی این اون موضوع به هی به من دو سه دفعه اشاره کرد. تنبلی اسمش تنبلی نیست، اسمش عدم توجه به واقعیت و جدی گرفتن دنیاست. زندگی بسیار سخت و مشکله عزیز. در برخی از جوامع خیلی خیلی سخت و مشکل داره. در برخی از ویژگی های خانوادگی این اوضاع بدتر میشه و برخی از اوقات ویژگی روانی ما اونو بدتر میکنه. تو من بگو الان چه خبره؟ میگم اگر زندگی به طور کلی سخت و مشکله، برای تو چند برابر سخت و مشکله و کاملا میفهمم. ولی مهم این است که تو حاضری پا پیش بگذاری و حرکت کنی یا نه. بعد تو میدونی در جواب ازدواجت من چی میگی؟ یعنی من اصلا خودم آمادگی حرکت دارم، دست پام شکسته، حالا میخوام یکی سرم بزنم رو دوشم. خودمون میدونی چه مسئله روز کنم. فقط به صرف این که من هیچ دختر خانمی رو بهش خوشم نیومده و جز ایشون. خب بسیار خوب، حالا اتفاقا بهترین انگیزه اون زمان پیدا میشد که بری درسی بخونی، کاری بکنی، هر چی که هست معالجه بشی که با خاطر آسوده بتونی این ازدواج بکنی. و الا همونطور که بارها گفتم، حالا اگر انتخاب غلط نباشه که حالا شاید از نظر تو نیست، شاید واقعا نباشه، ما متأسفانه رابطه خوب رو خراب میکنی. من نمیدونم الان همسر شما با این وضعیت شما چجوری کنار میاد عزیز. یعنی الان اگر ایشون روی خط می اومدن یه 2 دقیقه وقت بود، میگفتم نظرتون درباره همسرتون و شغل و کار و وضعیت مالی و اقتصادیتون چه، ایشون من چی میگفتن؟ بله دقیقاً. حالا ما از طرف خانواده پدر، یعنی هم پدرم هم مادرم پشتیبانی میشن. حالا یه مغازه هم داریم اجاره یه مقدار پولش میگیرم. موضوع اصلی هم همینه که شما میگین حالا به 10 تومن راضی نمیشی، به 5 تومن میشه. موضوع همینه. ولی هم فرمم آره خودش میگه که دوست داره، یعنی بعضی موقع شکایت نمیکنه واقعا، یعنی خیلی خانم صبوریه. ولی بازم میگه که اگر اینجوری بود مثلا زندگیمون بهتر بود، اگر بتونی مثلا یه کاری انجام بدی. خودش هم واقعا یه حرفا رو میزنه. آره بنابراین لغت دوست ندارم بذار کنار عزیز. اگر کار بهتری هست که کمی دوست داری یا کمتر دوست نداری، خب برو دوباره اون. ولی زندگی سخت و مشکله عزیز. تو نگاه کن 23 هزار بچه در روز از بی‌غذایی و بی‌دوایی دارن میمیرن تو دنیا. ما دنیای خوبی نساختنش. طبیعت بسیار بد جاییست. مثلا جایگاه انسان نیست. یه چالش و یه مبارزه دائمی است. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که پلو دکتر برو یه تست بده ببین آیا ADD ADHD داری، چون اون داروها مستقیما روی اون کمک کنه، چون خودش مهمه. اگه زمینه افسردگی هم داری، چون ممکنه هر دو باشه، حداقل دارو درمانی تو شروع کن تا کار روان درمانی بدن یه فرصتی پیدا کنی. اما چاره ای نداری در این که با سختی حرکت کنی عزیز. یه جایی سنگلاخه، نمیدونم تو شیشه خورده توشه،
کفش درستی هم نداری، خیلی خوب، باید با پای برهنه رفت، چاره ای نیست. یعنی زندگی با توجه به شرایطی می سخته و الا همه رو از دست میگی عزیز، همه چیز از هم پاشیده میشه. مرد خوبی هستی ولی به نظر من از کودکی نتونستن کمکت کنن که جهان رو آنگونه که هست ببینی و واقعیت سخت و تلخش رو متوجه باشی. به همجاست که بچه ها باید با مشقت بار بیان، تا نیمدی یه جوری به هر حال ایام رو گذروندی و در یه دنیای ذهنی و خیالیت بودی، ADD و ADHD هم به تو اون امکان رو نداده که بتونی خودتو جمع و جور کنی. لطفا دکترتو جدی بگیر، اول تشخیص قطعی و استفاده از دارو برای هر کدام از اینا، و دوم پذیرفتن این که من قرار روزی 10 ساعت 12 ساعت کار بکنم. سخته، تلخه، بده، آزاردهنده است، ولی غیر از این راهی ندارم. اگر این کارو بکنم جاده برم هموار میشه، از این سربالایی برم بالا، بعدش سرازیری باش راحت میشم. امیدوارم موفق بشی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. آقای دکتر اگه 3 ثانیه به من وقت بدین جان، در باره همین موضوع که حالا شما گفتین، آره خودم هم مجبورم که برم سمتش کار کنم. حالا گفتین که کاری که نسبتاً علاقه داری، به نظر شما کار درستی که، چون من خودم کار خیلی مختلف رو تست کردم نسبت به کار عمران سازه و ساختمان این علاقه داشتم، به نظر شما درسته حالا برم کارشناسی ارشد اونم بگم تو اون حوزه فعالیت کنم در کنار این که برم؟ اگر میتونی برو، ولی اول مطمئن باش که بیماری و مشکل تو حل کردی، پا تو درست کن، بعد میخوای به جای فوتبال بری بسکتبال برو. معنا مشکل هم اینه که پا شکسته، ADD و ADHD افسردگی پای تو رو شکسته عزیز. نه فوتبال درست میشه نه بسکتبال. تو پا رو درست کن، فوتبال و بسکتبال انتخاب توه. مواظب خودت باش، مواظب همسرت باش.